خانم گوش خیلی خوشحالم که اون ترانه محبوب من قریب آشنا رو در این مدلی قرار داده بودید یاد روزهایی افتادم که در ایران کلاس 11 دبیرستان بودم و این ترانه رو شما خوندیم و چقدر همه ما جوونا با این ترانه حال میکردیم به قول معروف این بزرگترین ثروت و افتخاریه که من دارم که سهمی در خاطره های دو یا سه نسل گذشته دارم و هر وقت که هر کسی یاد خاطرات خوب گذشتش میفته خوشحالم که سهیم هستم در اون بله. در اون گوشه ای از ذهنشون که وقتی کاری از من میشنون یا تصویری از من میبینن بله من یک نظرخواهی کوتاه کردم قبل از شروع برنامه بعضی باز از همکاران جوانان فعلی و جوانان قدیم سوال کردم که کدوم یک از کارهای شما رو بیشتر دوست دارن یه چند تا اسم خدمتون میدم خوابم یا بیدارم آیرولیخ پرسش چلنشین همسفر کویر ماه پیشونی غریب آشنا کیو کیو بنگ بنگ که میگن در افغانستان خیلی محبوبه خانم میگوش خلوت و شب سپید که از آخرین آلبومتونه بله بله خب مریم از تهران در ایمیلش شما رو افتخار ایران و ایرانی و آهنگ هاتون رو یادآور روزهای خوب ایران خونده و نوشته گوگوش عزیزم همیشه بخوان بله اینم از این دوست عزیز ما بود که از شما میخواست که همیشه بخوانید و واقعا خانم گوگوش در طول این چند روزی که اعلام کرده بودیم که شما در برنامه ما حضور دارین صدها ایمیل دریافت کردیم من به خاطر ندارم که برای هیچ برنامه ما اینقدر ایمیل پیش از شروع برنامه دریافت کرده باشیم در صورت باسم سپاس گذارم که در برنامه ما حضور دارین گوش عزیز ممنون از محبت تو من تلاشم میکنم که تا نیرو دارم در بدنم و در صدام به خصوص بخونم ولی فقط نخونم اگر بتونم وظیفه ای اگر به دوشم باشه که هست با خوندنم و با انتخاب اشعار و ترانه ها اون وظیفه رو ادا کنم بله و به خوبی به خوبی هم ادا میکنید اونطور که همه دوستدارانتون در ایمیلاشون به اون اشاره کردن دیدم در وبسایتتون هم تو که خودتون هم اول فرمودید یک پیام نوروزی داشتید برای ایرانی ها هم پیام تصویری بود هم پیام نوشتاری در بخشی از این پیام آرزو میکنید که در سال نو شاهد استقلال و آزادی فرد فرد جوانان زنان آزاده و تمامی مردم ایران زمین باشیم فکر میکنید چگونه میتونن به این هدف برسن ایرانی ها این آرزی که شما براشون دارید آقای فرودی من آدم سیاست نیستم از سیاست هم اطلاعی ندارم و نمیتونم پیش کنم که چطور این اتفاق میفته اما میدونم که با اتحاد و یک مردم اه، و اه، مسئولین دستندرکاری که در داخل ایران هستن و دلشون برای مردم نیسوزه این اتفاق میتونه بیفته و خود مردم جوونا زنانمون باید تلاش بکنن تا به اون استقلال و آزادی که خواستشونه برسن من نمونه های کسب استقلال و آزادی رو در کتاب ها و تاریخ سراغ دارم که هر کدوم به نوعی این اتفاق براشون افتاده در هند با نافرمانی مدنی و به رهبری گاندی بزرگ این اتفاق افتاد و در انقلاب اکتبر شوروی سابق یا انقلاب کبیر فرانسه ولی امروز نمیدونم که چطور میتونن جوانای ما مردم مردم ما به این استقلال و آزادی که حق مسلمشونه آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی انتخاب نوع زندگیشون که آرزو میکنم که این اتفاق هرچه زودتر بیفته ولی با انقلاب موافق نیستم و فکر نمی کنم هم این اتفاق بیفته اما معتقدم به مرور و با رفرمی که ایجاد میشه مردم به این مسائل دست پیدا بکنن بله الله. خب، پدرام خانم گوش پرسیده شما به عنوان یک هنرمند شماره یک چه کار دیگری به جز خوندن انجام دادید هنر پیشگی کردم نمیدونم منظورشون منظورشون بیشتر فکر میکنم برمیگرده به اینکه شما به عنوان یک هنرمند یک رسالتی دارین چه کار کردین به غیر از خواندن برای اینکه مردم به اون چیزی که شما خودتون در پیام نوروزیتون اشاره کردین بهش برسن من با خوندنم میتونم اگر رسالتی به دوشم باشه من یک خوانندم و یک هنر پیشم ضمن که فراموش نکنیم که ما در مملکت خودمون نیستیم ما پرت افتادیم و توی مملکت هم که نمیتونستم بخونم در نتیجه در داخل ایران نمیتونستم چنین مسئولیتی رو به عهده بگیرم در خارج از ایران هم که فکر نمی کنم کارساز باشه کاری که انجام میدیم چون اینجا در اقلیتیم و تصمیم گیری ها و قضاوت ها در داخل ایرانه و اگر ما میخوایم فعالیتی بکنیم یا مسمر سمر باشیم برای اون مملکت فکر می کنم باید در داخل اون مملکت این اتفاق بیفته و این کار رو انجام بدیم که متاسفانه من در 21 سالی که در ایران بودم ممنول حضور و ممنول صدا و ممنول تصویر و ممنول وجود بودم در واقع بله واقعا دوست داریم بیشتر در مورد اون روزها که در ایران بودید صحبت کنید بعضی از شنونده ها و بیننده های ما در ایمیل هاشون این همینو از شما خواستن که بگید چه گذشت بر شما در اون 21 سالی که در ایران حضور داشتین بعد از انقلاب به قول خودتون ممنول همه چیز بودید ممنول وجود بودید چه کار کردن معممین حاکم با شما و امثال شما چه کار کردن خانم بروش؟